باش انت ما اسكرين خد الشيار كنا مكتب صلي عليه. درس كي امروز بخير ما وشو ما شروع مكري درس هاي بسار خوبس مهمس practicalas و پیش از اینکه درس شروع کنیم قسمی که گفته بوده باید امتحان دارین امتحانتان سوال اول از دی رنج کلاسی که دیجا دارین 14 نتورک به حساب رنج را پیدا میکنین و سوال دوم سلاش 26 از سب نت ماسک را پیدا میکنین سوال سوم ویل سم است که در یک جای 62 هست دارین که در اوجا در 62 هست شما یک کلاسی دارین به خاطر که آی پی آدرس ویس نشه 62 هست دارین و 22 هست دارین اینال شما نظر به اینمی سبنت ماسک و آی پی آدرس ایره با ما پیدا کنین فقط قسمی که براتون گفته بودم چند دقیقه گفته بودم وقت دارین؟ 15 دقیقه گفته بودم اینا ده و دوستک ده و پانزه است استاد پرویز ما نامدیم اینمی امتحان تان بود حل کردین و درس امروزی ما شما که از درباره درس های عملی است درس های عملی را ای که در پالوی یکان کانسپت ها را می خوانیم یکان درس ها را می خوانیم درس های عملی خودم شروع می کنیم به خاطر از این که درس بر ما شما خسته کن نباشه و تمام چیزها را که ما شما می خوانیم را عملی ببینیم با چشمای خود عملی کار کنیم یک چیزی که ما برتان چی میکنم میکنم کلتان برین مثلا دمی باشم که ما دی سایت برم دی سایت ای بی برین در سایت ای بی که رفتین در اینجا کلتان میتونین برخود مثلا سی سی این ای نشتر کنین اینجا در سی سی این ای سای کنین بسیار راوتر ها سویچ ها هر رقم راوتر سویچ هستک در میخانه مثلا صد یک سویچ ها $20 هم میتن مثلا اگر جدا جدا بخرین این کس یک جایی استک اگر جدا جدا بخرین مثلا یک سیسکو سویچ ایجا نشتر کنین سیسکو سویچ ایجا نشتر کنین در اینجا میبینند که مثلا $39 $59 $32 $25 مثلا این اینی کس یکی از سویچ های هست که برای سمال بزنس هست و دیگه اشپورت داره اشپورت بر شما بخیر کافی است اما مدل های در نظر گرفته این را بخره دیگه 2960 3560 یا که هست تک بایساب کلش کار میده دو دانه راوتر دو دانه سویچ بخرین چیزی هست که ضروری است و چیزی هست که در خانه بسیار زیاد مثلا کار که کنین یک دنیایی است که فکر میکنین که عملی کار میکنین وقتی که کار میکنین نه تو فکر کنین که شما داخل یک دفتر ششتین و در یک دفتر یک شبکه را کردین یک نتورک جور کردین و کار میکنین پس این را بخرین به خاطر ازی میگم که را بخرین به خاطر که بخیر درس های شما پیش رفته بره کل چیزها را یاد بگیرین کل چیزها را که یاد گرفتین باز مو شما کل ما یک روز یک جای میشیم کل اگه راوتر سویچی های خدا بیاره ها باز اینمی نتورک های شما را میگیریم با یکی دیگه وصل میسازیم های مثلا 8 نفر هستین 8 نتورک مختلف دیجا مثلا ما جور میکنیم که باز دورا ما برتان کلش تنظیم میکنم و طریقه هایش و کل چیزایش ما در نظر دارم اما چیزی که از پیشتان ما میخوایم اوی است که شما چی کنین؟ امیره بخرین هر چی زودتر ارزان است قیمت نیست یک 60-70-80 دلار تان مصرف میشه خب ما براتون یک لینک در مسنجر روان کردم ما می لینکی هست که میتونین پکت تریسر را دانلود کنین پکت تریسر را میایم شما که هستیم به حساب چون که فعلا دیوایس های فیزیکال نداریم دیوایس های فیزیکال نداریم پس ما شما از چی استفاده میکنیم ما شما از امیان دانلودش کنیم استاد پریس نه 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 درس رو بخونین باز خیر از روی ویدیو عملی کار کنین ما شما درس های پک درس های سیسکو خود یا درس های می سویچ راوتر یا امی پکت از یک دیگه جا چرا کم میره چرا کم کار میکنه
আমি কনসেপ্টে শাক কি ওয়াক্ত কি এক দে তো আজ এক জয় বাদেগা জয় মেরা খর মেকনা বা খুদাম শাকল খর মেকনা হামেশা দেই যা মৌসুম মেখনে হামেশা দেই যা মৌসুম মিবিনে সময় খর প্যাকেট রেসার ক্যাস দামি ভার্জন 7.3 বিসর ইমপ্রুভমেন্টস আওয়ার দা কে দাও ইমপ্রুভমেন্টস মৌসুম বিসর চিজরা মেতনে কে বিবিনে খর কনে পাস বের কে শুরু করেন প্যাকেট ত্রিসার আমু সেটা ফাইল সার ডাবল ক্লিক করেন এনমি এক বক্স ওয়াজ মেশা দেই যা মৌসুম এগ্রি মেকনেম দা লাইসেন্স ও বাদাজু লোকেশন কে মে খে কেন সল কনি বাদাজু নেক্সট নামশা ইন্তখাব মে কনি দা ডেস্কটপ টন বাটন শেয়ার শর্টকাট জোর করা না করা নেক্সট মে কি ইনস্টল মে কি খালাস সর সদাস ইনস্টল কেদান সদাস তা চিজ না দরা পাস মুন্তাজির মে বসে তকি ইনস্টল চাওয়া ওয়া বিচারি সগর্দায় কে মে খায়ান কে আমি মোকাবাল আমি রাউটিং সুইচিং আইওস রাউটার সুইচা কলশা ইয়োদ বিগরা আজ ইনমি প্যাকেট রিসার ইস্তেফাদা মে করান বহতর প্যাকেট রিসার বেতরিন জমিনে আস কে মোমেতনে প্র্যাকটিস করে আমালি কর করে আমো ফিজিক্যাল আস হতর আজি কফত ফিজিক্যাল বজ এক এক্সপেরিয়েন্স দ্বারা বাবজ আজ নিজদিক কে আগ্রস দিদে বাবার তো মে ফমনম সেই কে আমি ফিজিক্যাল ইশিয়াস ওয়া বহতর কে কলতন ইন্ট্রোডাকশন দেন ওয়া বারে ইন্টারভিউ দাদার তো এক জয় রাফতান তো কর কাদার তো ফিজিক্যাল বিষয় খুব আসা লঞ্চ প্যাকেট ট্রেসার মেগাবাসা অলসদক দেগা মেগা ইউ আর রানিং প্যাকেট ট্রেসার ফর টাইম দা বড় আওয়াল রান মেকনি মেগা দেনি জাকল চুজাই দা সেভ মেকনা মেগি ইয়েস ইটস ফাইন দেগা প্যাকেট ট্রেসার বারমা বল মেকনা আগার ক্লোজ করাম প্যাকেট ফ্রেসার ক্লোজ প্যাকেট ট্রেসার বেগম বিবিরাম কাগা বুদুনে আজু খর কনা ও ইজা আজ পেশম বাচ্চে মে খায়া লগইন মে খায়া দিগা তৈরি যা দা মু আলমে কোশ্চন মার্ক ক্লিক করে বহু সাইকেল নেই যা বহু চান্দি নাওয়া চিদারে অপশন আদারে কে মে তানে মজদু ইস্তেফাদা করে ইয়া মে তানে কে বরেম বাফত এক অ্যাকাউন্ট জোর করে এর হলো বাফতের জোর খাদার অ্যাকাউন্ট মে তানে বিয়াইম দা গুগল কে আমাদের তাইলি যা মে তানে মশালান নুষ্টা করে ক্রিয়েট সিসকো আইডি ফর প্যাকেট ট্রেসার সাইজ ই দা সিসকো একাডেমি মশালান মে বলে তা কে অচি মে করে মে তানে কে এইটা দা রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করি ওয়া বাদাজু ইয়ারে ইয়াক ইউজার জোর করেন দামি ফর দা সিসকো সাইট সিসকো ইয়াক ইউজার জোর করেন কাবু ইউজার বজ ইস্তেফাদা করেন বহতর লগ ইন সুতার দা প্যাকেট রেসার বহতর কে দা সবক ইজার ইয়াক জরুরত না উতাম ফেলান বহতর কে বকনেন দা প্যাকেট রেসার ইস্তেফাদা করেন ইয়াক জরুরত ওরে দেইগা সদা আদম হতে দিজা আসপেস মৌসুম হচ্ছে মেকানা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড মে পায়া খুব মাথা সিজা করলাম ইয়ানুজ অব লোডেন দ্বারা পাসিরা রিলোড করলাম আর এস অ্যাকাউন্ট করে তো استفاده করতে পার ওয়েসাইল না মে কোন মেসেজ শুনে আর এই অ্যাকাউন্ট করে মেচ তাই অল দা মেস লাগ মহতের জট ওয়ার্ক মেশন মাস استفاده না করে না পদেগা বা মেখ হয় বর্তন নুসান দ তো মেখ শুম বা খাতের জরুরত নিশানে কে استفاده করেন পয়সা করতন বেশা কয় জোর করেন বর্তন এক অ্যাকাউন্ট জোর করে না জো খাতের নেই বর্তন
باشن دینی اینا شده create account says پیانجو at gmail.com چی مستک پرویز last name country United States مثلا میتین دیجا کمپانی مثلا هر کمپانی که میتی کمپانی نداره ما کمپانی دهیجا اینا لی یک پاسورد دا انتخاب میکنیم سیس پاسورد دا انتخاب میکنیم ایساد چارده می ویریفیکیشن میشه دهیجا و بعد از او Would you like to update about Cisco promotions? No. It is second and identity.cisco.com daily mirem po. Babadaju register begem. Register ke guftem and all bega ke barat ma email rawat kadem. Amu bahotar verification asta. Daily ja ba chi mekanam account ma verify mekanam. Okay, verification mechanism. Yeah, code button Rawan maker and Azar Bobnamu code so much mechanism verification mechanism. What? All that verification. Ma Tonestam Jalabin Sham. Say second and then Rawan Mega. اکاونت ما دیگه جواب خب و اینا رو من می نمی دیگه استفاده می کنم بک و بعد از او پاسپورت با می دم پاسپورت با که دادم لاغین شدم درست سه کنید من لاغین شدم اینا رو ما می دارم که چی کنم از پکت ریسر استفاده کنم پیش از اینکه ما برام براتون مثلا بگویم که راوتر چه رقم کنفیگر میشه یا دیگر چیز هاست با کدام شکل کنفیگر میشه چیز مهم چی است چیز مهمی است که براتون نامی انترفیس پکت تریسر را یک معرفی کنم پکت تریسر که است چیز است که سیسکو ساخته و دیجا سعی کنید یک انترفیس داریم که دیجا با شما بسیار کارا کرده میتونیم به طور مثال سعی کنید دینی پایان که من میایم دینجا با ما میگه نتورک دیوائسز تمام نتورک دیوائس هایی که دینجا میبینین راوتر های مختلف هست که دینجا ما میتونم یک با یک کلوشا اد کنم استفاده کنم سعی کنید یک با یک کلوشا میتونم اینجا بیارم استفاده کنم زمانی که اند دیوائسز میگم یعنی اند دیوائسز کی هست؟ اند یوزر دیوائسز هست یعنی دیوائس های مانند لپتاپ پرینتر و غیره که در نتورک استفاده میشه دمی سویچ یا سایکو سرور لپتاپ کامپیوتر تلویزیون تلفن همه از این اند یوزر هست مثلا این طرف که بیایم مثلا ما در اینجا چی دارم مثلا کامپوننت های مختلف دارم که ام سی یو بورد است اس بی سی بورد چیزهای مختلف برای نتورک هست بعد از اون واسه سعی کنه کنکشن است کنکشن که انتخاب کنم سعی کو از اینجا میتونم میره کنک کنم پس اگر از اینجا بیایم میتونم مثلا میره کنک کنم به این شکل کل از اینجا کنک میکنم بعد از اون سعی کنه میکس اینی میکس هست مثلا چیزای میکس اگر میخواین راوتر داریم هر چیز داریم این طرف که میایم مثلا کلاود هست یعنی چندین چیزای مختلف شما در اینجا داریم اگر در اینجا کلک کنم سویچ سعی کنیم 3560 اینی یک سویچ هست ملتی لیر سویچ هست مثلا دینی جا ما 2960 یک سویچ دیگه دارم اینا شما سویچ که می خریدین یا 2960 بخرین یا 3560 بخرین از امو ای بی و بعد از او مثلا اگر اینجا کلک کنم سعی کنین هاب داریم ای با شما میتونیم که دیوائس های لیر یک در خود پکت ریسر استفاده کنیم بعد از اون مثلا وایرلس دیوایسز داره مثلا اکسس پوینت ها داره بسیار چیزای مختلف داره ما کلش مثلا میتونیم استفاده کنیم به خاطر چی ایرا ای سای کنه تاور سل تاور داره سل تاور افغان بی سیل سیس ایریجا داره ما و بعد از اون مثلا سای کنه ما دیجا بر سیکیوریتی ایرا ای فایروال دارم اینی فایروال هستا بسیار تغییرات آمده در پکت تریسر بسیار کارا کرده میتونیم هر کدام از این را مثلا ما شما میتونیم که به این شکل موف کنیم بیاریم
و طرف فیزیکال که کلک میکنی مثلا در فیزیکال سعی کن برات مکمل همی چیزا را کلش برات میگه همی کل چیزا را که معمول عد کنم سعی کن مثل که در رک یک چیز عد میکنی برات عد کنه که یک دایگرامش را ساخته بسیار خوب است نه بسیار یک رای خوب به خاطر درس خواندن است که در اینجا ما شما چی میکنیم یاد میگیریم این حال پیش از این که ما مثلا چی کنم درس شروع کنم ما میاییم اول همی توپولوژی خود را بیاییم که شروع کنیم توپولوژی خود به کدام شکل میمونیم توپولوژی خود را به این شکل میمونیم که ما میاییم طرف راوتر از راوتر شروع میکنم اینی 28-11 یک راوتر است 28-11 یک راوتر است اینجا دیگه سویچ است و اینجا دیگه سویچ است درست است دو سویچ میگیریم و باز میایم طرف راوتر 28-11 یک راوتر دیگه میگیریم و در اینجا چی میکنیم یک سویچ اینجا میگیریم و یک داره ملتی لیر سویچ میگیریم صحیح است بعد از او ما شما هدف ما چی است؟ هدف ما ای است که ما یک نتورک جور کنیم و او نتورک که اینال ما برتان میگم که چرا کم میخواییم جور کنیم از اینجا میایم دهی کنک میکنم خواهی راوتر است ضرورت به چی داره؟ ضرورت به کیبل سیریال داره باشم که من این پس پاک کنم بیایم اینجا پورتا ایجی را سعی کنیم که کدام پورتا داره در هر دیوایس وقتی که ما کلک کنیم بر ما مکمل امی پورتایش هم نشان میده کنفیگریشنش هم به ما نشان میده و تمام معلومات که ما با زیره کلش یک به یک میبینیم سعی کنیم در این وقتی که من ماوس هم میبرم بر ما نشان میده که فاس اینترنت 00 داره دیگه فاس اینترنت 01 داره دو پورت داره از اون خاطر پورت سیوم که من خواستم کنک کنم کنک نشد خب این حاله در اینجا من میایم مثلا این راوتر را پس میکنم و اینی راوتر دیگر را میارم که راوتر راوتر از که مدلش فرق میکنه وقتی که ماوس سرش بیارم میبینین که این چند پورت داره سه پورت داره پس میایم به می شکل ای را امرو با ای کنک میکنم و ای را امرو با ای کنک میکنم ای شد یک شبکه که ما جور کردیم ای شد دگر شبکه که ما جور کردیم این حال دیجا ما چی میخواییم دیجا ما میخواییم که چی کنیم را ترا با هم وصل کنیم یک تو نتورک کنیم که باشیم که اینجا ما ایرا یک اینجا میرا عد کنم اینی یکی اینی دوتا صحیح یکی شد این دوتا شد این دوتا اینجا بر مو شما جور شد اینال ده اینجا مو به می شکل کنفیگریشن های خود شروع میکنه باز خب هدف ده اینجا چی است؟ هدف ده اینجا ای است که ما دو شبکه ده اینجا جور میکنیم از دو شبکه شروع میکنیم و ای را همراه با ای باز وصل میکنیم اما پیش از اینکه ما همی کنفیگریشن ها رو شروع کنم ستاپ رو شروع کنم ای فقط یک طریقه بود که برتون یاد دادم که یک راوتر را چه رقم بیاری باز چه رقم لاینش را کنک میکنی اما پیش از اینکه ما درس های خدا شروع کنیم که چه رقم وصل میشه چه رقم کنک میشه بیاین که سر از سویچ شروع کنیم و کماندایی که در سویچ استفاده میشه در راوتر هم استفاده میشه
ما شما درباره سویچ خواندیم که سویچ چی است، سویچ یک دیوایس لیر تو استک و به کدام شکل کار میکنه، مک استیبل داره و می شکل درسای شما خواندیم. سویچ که است یک دیوایس است که در لیر دو است و تمام کامپیوترها را که وقتی که ما کنک میکنیم در می سویچ کنک میکنیم. از امو خاطر سعی کنید که این 24 دانه پورت داره و پورت های زیاد داره تا که ما در این بتانیم چی کنیم؟ کنک کنیم یک دیوایس خدا. زبانی که ما سویچ را می خواهیم اکسس کنیم در پکت پریسر در این تب CLI که به حساب کماند لاین انترفیس گفته میشه می آید. با بار اول وقتی که سویچ را اکسس می کنیم شما به این شکل می بینید میگه press return to get started، یعنی انتر کو که ما شما چی کنیم؟ استارت کنیم، امی سویچ را استارت کنیم. سویچ که از سه رقم ویو داره، سه رقم ویو داره، این همی ویو را میبینه، این همی چیزا کیجا میبینی سویچ هست، باز اینی علامه هست، این همی خودش یک ویو هست. در این ویو ما شما وقتی که باشیم کارهای زیاد کردن نمیتوانیم، به خاطر ما پریویلیج یا اکسس مکمل در سویچ نداریم. به خاطر ازی که ما بخواهیم سویچ را کنفیگر کنیم ما باید در مود دیگه بریم. سویچ که از چند رقم مود داره؟ چند رقم مود داره؟ سه رقم. کدام کدام است؟ دو رقم مود. کدام کدام مود است؟ یکی مود یوزر است، شاید یکی ادمنستراتور. خب یکی یوزر مود است گفتی، یکی کنفیگریشن مود است، یکی به حساب یوزر مود است، یکی پرویلیج مود است، یکی گلوبال کنفیگریشن مود است. که فعلا ما شما در یوزر اگزیک مود است. یوزر اگزیک چی مود است؟ این امیره به نام چی میگن؟ یوزر اگزیت مود. یوزر اگزیت مود چی است؟ یوزر اگزیت مود که است؟ یوزر اگزیت مود اینجا برکن مشکلم. This is the first level of access for the switch. Change terminal setting, performs basic task and less system information. User exit mode چی هست؟ User exit mode اولین مود هست که وقتی که یک سویچ ها، یک راوتر ها، یک فایروال سیسکو را شما باز میکنین این همی مود ها میبینین. زمانی که این همی مود ها دیدین و تو فکر نکنین که شما میتونین هر رقم کماند را کنین، به خاطر این همی مود مود هست که میتونین در این مود یکان معلومات های جزی یک سویچ ها بگیرین. به طور مثال اگر من کوشن مارک جا بتام یک سویچ یا راوتر سیسکو شما کوشن مارک میتین، خوبی از او چی است؟ کل کماندایی که میتونین استفاده کنین برتون میاره. به طور مثال سعی کنین در یوزر مود ما چند تا دارم؟ بسیار کم دارم. کنکت، دیسیبل، دیسکنکت، انیبل، اگزیت، لاگ اوت، پینگ. پینگ کدام مثلا میتونم؟ پینگ یک چیز عادی است، کنه ضرورت نداره که بسیار یک پرمیشن بالا کار داشته باشی. بعد از اون ما شما وقتی که میبینیم خب ما خو این کماندا بر ما کافی نیست، ما باید یک کم اکسس ما بالاتر باشه، در اینجا ما شما چی میکنیم؟ باز از مود دیگه استفاده میکنیم که او مود به نام پریویلیج اگزیک مود میگم. پریویلیج اگزیک مود صحیحست؟ چی میگم؟ به نام پریویلیج اگزیک. پریویلیج اگزیک سیست. در این مود ما شما می توانیم که چی کنیم؟ پرمیشن بالاتر پیدا کنیم. و صدای قطع بده دست کنیم. حال صدای این سیمه؟ قطع وقت علمه تفر ویست. حال سیمه؟ نه سی شد. خب
زمانی که میخواهی که از یوزر مود بری به پریویلیج اگزیت مود، که پریویلیج اگزیت مود از اون نامش واضح است که شما را یعنی پرمیشن بالاتر میده که شما در سویچ کماندهای زیادتر را رن کنید. چرا رقم میرین در پریویلیج اگزیت مود؟ با نشته کردن انیبل. امیر راوتر که هست یا سویچ های سیسکو که هست یک خوبی که داره اوی است که مثلا دو حرف نشته کنی تابع بزنی باقی مانده چه خودش نشته میکنم. زیاد متوجه هستی ما چه میانه خنده داری انیبل سعیس؟ زمانی که انیبل نشته میکنیم ما از مود یوزر مود میریم با پریویلیج مود سعیس؟ با پریویلیج مود که رفتی سعی کنین خوب متوجه عزیزا باشین. وقتی که ما در یوزر مود کوشن مارک دادم سعی کنین کدام کماند را داد. اینال در یوزر پریویلیج مود سعی کنین کماند های زیاد شد نشد. پلیر میتونم، کلاک میتونم، کنفیگر میتونم، کنک میتونم، کپی میتونم، یعنی کماند های زیاد شد، پرمیشن های زیاد شد. مثلا ما اگر بگویم شو ورژن، شو ورژن یک مثال است ایس. اما مکمل ورژن یک سویچ نشان می تک که کدام آپریتنگ سیستم دهش است، مدلش چی است، ایمیجش چی است. اکو سویچ اول است 26 پورت داره، اینی مدلش است، اینی ورژنش است، کل چه باما نشان می تک. اگر ما بیایم به طرف یوزر مود، پس بیایم بگویم شو ورژن، دهی هم بر ما چی میکنن نشان میتن سیس. اما اگر ما اینجا بگویم clear clear هیچ clear کار نمیکنه سیکو، میگه unrecognized command unrecognized command. ما کماند نشناختم clear چی مانا. این حال در privilege mode اگر بیایم بگویم clear سیکو کلش برم کشید. بخاطر چی؟ clear پاک کردن را بگن. مثلا عزیز است در سویچ زیاد داخل میشه میگم من میرم مک آدرس تیبل زیاد را پاک میکنم. زیاد دمی پریولیج مود خود پاسورد داره، در یوزر مودش میره میگه کلیر کلیر هیچ کار نمیکنه. این حال عزیز به خاطر که کلیر کنه بتانه باید در پریولیج مود بره، که در پریولیج مود باز میتانه که امی کار بتانه. بعد از اون مود که داریم به نام گلوبال کنفیگریشن مود داریم. به نام چی؟ Global Configuration Mode داره. اینجا برتان نشته کنم Global Configuration Mode، درست است؟ به نام Global Configuration Mode میگنش Global Configuration Mode. اینجا اگر برتون نشته کنمش سعی کنین اینی را به نام گلوبال کنفیگریشن مود بگن. این حال گلوبال کنفیگریشن مود چی هست؟ در گلوبال کنفیگریشن مود فکر کنه که شما ادمنستریتور یک سویچ یا یک دیوایس هستین، راوتر باشه هر چی باشه ادمنستریتور هستی. چرا رقم میری در گلوبال کنفیگریشن مود؟ با نشته کردن کنفیگر ترمینال. کنفیگر ترمینال سایکو چی شد؟ در اینجا که بودیم یک هش بود تنانه، هش میگه ما شما ایرا. در یوزر مود که بودیم تنها ای رقم بود. در اینجا که آمدیم کنفیگ نشته شد. کنفیگ چرا نشته شد؟ از اینجا باید شما بفهمین که شما داخل کنفیگریشن مود هستین. اینا لگه ما سوالیه بتام سایکو چقدر زیاد سوال، چقدر زیاد اینجا به ما چی داره؟ کماندا داره. در اینجا هر کماند را که شما رن کنین کار میکنه، بخاطر که مثل از این که یعنی لوکال ادمنستریتور همی سویچ هستی، هر کماند که رن کنی میتونی که داخلش رن کنی. خب بطور مثال یک مثال برتون بتم، یک سویچ اگر بخوایم که نامش را تغییر بدیم، بطور مثال این سویچ در تعمیر وزیر است، در HQ ما میخوایم ایرا چی کنیم؟ نام بدیم. چی میگیم؟ هوست نیم. هست نیم بعد از او مثلا نام کمپانی ما، نام کمپانی ما مثلا Knowledge Trains. بعد از او مثلا
delta switch 01. یک نام دادم. نامگذاری در شبکه بسیار مهم است. یادتان باشه. نامگذاری در شبکه خیلی مهم است. این حاله اگر من نامگذاری نکنم سویچ های من وقتی که یک نفر لاگن شود در سویچ او چی بفهمه این سویچ کدام سویچ است؟ این سویچ تعمیر وزیر است یا فایننس است یا اچ‌کیو است کجاست؟ Naming convention is one of the most important things. نامگذاری بسیار مهم است. نامگذاری را نظر به تعمیر، نظر به دپارتمنت، نظر به کمپانی، نظر به یک ساحه ما شما میکنیم. به طور مثال در اینجا من نامگذاری کردم. نامگذاری ما چی بود؟ نامگذاری ما ای بود که ما گفتم که ای از کمپانی نالج ترین است و ای دیتا سویچ اول است. صحیح است؟ اگر میخوایی که دوگاه مشخص بسازید از اچار است، از اچار است و سویچ اول است. از کمپانی نالج ترین است، سویچ دیتا است، از دپارتمنت اچار است و سویچ اول است. انتر میکنیم. سعی کنید دیجا نامش چی شد؟ تغییر کرد. نامش چی کرد؟ تغییر کرد. به این شکل یک سویچ هم میتونه ما شما نامگذاری کنیم. به طور مثال اگر ما بگویم شو کلاک، کماند شو که هست در کنفیگ مود دمی خود گلوبال کنفیگ مود کار نمیکنه، در پرویلیج مود کار میکنه. مثلا اگر ما بگویم شو کلاک، کماند شو کلاک چی میکنه؟ تایم امی سویچ نشان میده. سعی کنین در این سویچ تایم یو تی سی منده مارچ 1993 است. فعلا در این سویچ آی در سال 1993 که همه تو مانده و مانده. اینی چیزایی هست که باید داخل یک شبکه جور شود. اینال اگر ما بخواهیم که کلاک را جور کنیم چی نشته میکنی؟ میگی کلاک. بعد از او چی میگی؟ ست. بعد از او که ست گفتی هاور منت سکند. هاور ما فعلا چی است؟ دس یعنی ده بجه است، ده و پنجاه و شش است و سکند ما را صفر میندازیم. صحیح است؟ تایم ما جور شد. بعد از او ما شما چی میکنیم؟ روز ما چی است؟ دست و بعد از او هشت است. صحیح است؟ سعی کنیم کلاک سر کلاک ما جور کو ده و پنجاه و شش و بعد از او وقتی که ما اینجا سوالیه دادیم در اینجا بر ما شما چی میگه؟ day of the month. Day of the month در اینجا چی میشه؟ نظر به امروز تم میشه نه؟ آه بله. ایراله month of the year، month of the year ما چی هست؟ 08 هست. یا مثلا 8 خب اینجا میگه unrecognized command. Month of the year. Month of the year ما در اینجا چی میشه؟ آگست میشه نه؟ و این را قبلش چک کنم آگست. سیست؟ دای آگست و سال ما چی است؟ 2020. صحیح شد؟ گفتم کلاک ما جور کو ده و پینجا و شش سفر سفر دای آگست 2020. ایرال بگویم شو کلاک دای آگست 2020 دو پینجا و شش. صحیح؟ بایدی شکل میتونیم مثلا کلاک را جور کنیم. این یک مثال بود که میتونیم که بایدی شکل کت سویچ کار کنیم. یک کماند دیگه که بسیار خوب است، مهم است، شو ورژن است. شو ورژن چی میکنه؟ سعی کنیم وقتی که در یک جای کار کردیم مثلا پاور سپلای سویچ تان خراب میشه، سویچ تان سیریال نمبرش کار میشه، یک نفر میگه فلانا سویچ سیریال نمبرش بابا بته چه رقم میکنی؟ میگی شو ورژن بازو مکمل سیریال نمبر، مادر بورد پارت نمبر، پاور سپلای پارت نمبر،
मॉडल नंबर, मॉडल स्विच चियास, सिस्टम सीरियल नंबर, हेनिजास, चंद तो पोर्ट तरह, कदम अस मॉडलेश, वर्जन स्विच चियास, व इमेजेस, अमी ऑपरेटिंग सिस्टम इस चियास। तमाम चीज़ों दे जा पर मौसम वाज़े, दुरुस्त है? बाइनी शक्ल मौसम द स्विच दाखिल में शेम बाइनी शक्ल यागों फरक फरक में कुएं। खो کماندای که امروز ما شما خواندیم کار که امروز ما شما کردیم پریویلیج مودز کدام کدام است که در اینجا ما شما چند رقم مود داریم سه رقم مود داریم از سه رقم زیاد داریم اما سه رقم مودایی که همیشه استفاده میشه یا ضرور است باشن که من میره برکن تا مایکروسافت ورد نشته کنم اینجا بر ما خوبتر میاد خب ما شما پریویلیج مود چیزا خواندیم و بعد از او باشن که ما برکن نتیجه اینو جور کنم که صحیح برکن یک معلومات بر باشه برو همین دو خانه برو کنم پدر خانه حالا خود چطور کنم خیلی کنم اونا قسم مخرب نکنی ویدیو مچالان هست یا برگرد اینا هم صدای تمیوت کن پریویلیج مود و مودای مختلفه که داره بین برتندهی جانوش تک کدم سیس بخاطر از این که بطالیم که از یوزر مود بریم با پریویلیج مود از کماند اینیبل استفاده میکنیم و بخاطر که بریم ده configuration mode یا global config mode از کماند چی configure terminal استفاده میکنیم و به خاطر که یا ورژن یک سویچ یا راوتر ببینیم از کماند show ورژن استفاده میکنیم و به خاطر که تایم ببینیم میگیم show clock تایم نشان میده و به می شکل یک کماند دیگر که جا کار کردم باش که دور بدراز است برتون ما نشته کنم خوبتر است بخاطر که بتانیم که تاریخ یک دیوایس تغییر بتیم تاریخش باشه یا ساعتش باشه ما شما میتانیم که از کلاک ست استفاده کنیم کلاک ست چی میکنه؟ بر ما شما تغییر میده تایمه که اینی که از تایم است و اینی که از تاریخ است خب ما شما فقط این وقت کماند امروز خواندیم در درس های بعدی خود کماند های بیشتر و بیشتر می خوانیم پیش از اینکه ما شما ارتباط دادن را یاد بگیریم کماند ها را اول یاد می گیریم کماند ها را که یاد گرفتیم باز ارتباط دادن را یاد می گیریم